همه فاجعه رو باید تو این دید که بزرگترین نعمت الهی اونقدر تو مسلمان ها کفر شد که خود اون نعمت به زبان اومد که اللهم عجل وفاتی سریعا، یعنی خدایا این نعمت از این امت بگیر. نعمت رو از این امت بگیر. امتی که نماز میخونه، نماز میخوندن، پنج وعده نماز، جماعت، همه هم میومدن. امتی که روزه میگیره تو گرمای تابستان عربستان، روزه مستحبی هم تازه میگیره. امتی که سنگ به شکم میبنده به خاطر روزه های متعدد. امتی که یک تعداد زیادشون حافظان قرآنن، مجاهدین بدرن، مجاهدین احدن، مجاهدین خندقن، مجاهدین خیبرن، مهاجرینن، انصارن، انوال خودشون رو با همدیگه تقسیم کردن، تو رکاب پیامبر بودن، سالها پشت سر پیامبر نماز خوندن، پیغمبر رو دیدن. این امت داره این روزها کفر نعمت میکنه. ما دلمون بشی خوش کردیم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. این چی شد پس؟ میگه بله ملتزم به یه سری ظواهر شدید اما باطن احکام رعایت نمی کنید. و تو جامعه ای که ظواهر دین باشه ولی روح دین نباشه، بالاترین جنایت ها در اون جامعه رخ میده. تو امت پیامبر غیر 10-12 نفر، بقیه نه نمازشون به دردشون خورده، نه جهادشون، نه زکاتشون، نه خمسشون، نه انفاق، هیچی به دردشون نخورده. چون این کارا رو میکردن اما به باطن این کارا توجه نداشت. ارتدن ناس بعد النبی. ظهور امام زمان یه امتحان بزرگه، اونجا همه خودشون رو نشون میدن. الان کسی بگه ابن الحسن که هنری نیست. امام زمان الان ظاهرا ظهور نداره بیاد بگه که خب تو مگه امام زمانی نیستی؟ بسم الله، تو امام زمانی، چرا برادرت مشکل مالی داره کمکش نمی کنی؟ تو که داری؟ به تو که دادیم، ما بهت دادیم، ارزاقو ما تقسیم میکنیم، ما سر کیسه رو برای تو شل کردیم، سرمایه دار شدی. فکر کردی نور هوشتو میخوری؟ امام زمان تشریف میاره میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، مگه امام زمانی نیستید؟ بسم الله، هر کی شما ازش طلب دارید ببخشیدش. آقا ما میخواستیم شما بیای، تازه ما گردن طلبکارا رو بزنیم. آقا میگه خب ما اگه بخششیم. جد من رسول الله وقتی مکه رو گرفت ابو سفیان رو بخشید، منم از شما میخوام هر کی بهتون ظلم کرده ببخشید. میگه نه، این که نشد که، پس ما عقدهامون رو کجا خالی کنیم؟ کلی کینه جمع کرده بودم، فلانی مالمو خورده که حالشو بگیرم. میگه اون فلانی برادر مؤمنه تو، ای مالمو خورده. میگه بله، یه برادر مؤمنی که دزدی کرد، کافر که نمیشه با دزدی مؤمن. یه مؤمنه یه خبطی کرده، خطایی کرده، تو که میتونی ببخشی ببخش. مگه ما اهل بیت نبخشیدیم؟ آقا مثل که شما طرفدار خلافکارایی ها. یه تو حکومت امام زمان فکر نکنم یه استبلی هم دست همسال من بدن. الان نبین دنیا رو اینجوریه، چون الان دنیا حساب کتاب نداره که. امام زمان بیاد حساب کتاب پیدا میکنه، بعد به من بگه منبر نرگم، اومد رانون ما رو بست. اصلا فکر ما نیست، اصلا نکنه امام زمان نیست. کیا بهش میگن یعتی به دین جدید؟ کیا بهش میگن نحن نکفی کل معونه؟ ما سهمتو میدیم دیگه، چرا ریختی به هم دنیا؟ کیا بهش میگن نحن نکفی امت جدک؟ ما بودیم، تو برای چی اومدی؟ ما کفایت میکردیم، ما مردمو هدایت میکردیم، ما دست مردمو میگرفتیم، دکون سبر زده بودیم بابا، سمینار مهدویت میگرفتیم. چرا اومدی خرابش کردی؟ سمینار مهدویت میگرفتیم، چرا اومدی خرابش کردی؟ دکون سبر زده بودیم، چرا مده خرابش کردیم؟ ما مردمو هدایت میکردیم، ما دست مردمو میگرفتیم. میگه 90,000 جلوش وای میسن از این حرفا میزنن آدم های حمله باس من. 90,000 آدم های حمله باس من. وای میسن جلوش، میگن ریختی همه رو به هم؟ شما چیکار داری میکن؟ بزرگ و کوچیکی چی شد؟ بله تو حکومت پیغمبرم بزرگ و کوچیکی نبود. اسامه 18 ساله میشه فرمانده سپاه اسلام، به من پیرمرد بدری میگم برو پیش بچه 18 ساله، این چه پیغمبریه؟ برای همینه که بالا سر پیغمبر نشستن گفتن نعوذ بالله ان الرجل لا يهجر. هزیون میگه، چون احساس کردن خودشون عاقل ترن.
این نمازی که من میخونم هم از توش همون چیزا در میاد، چون این نمازه رو اونام میخوندن با کیفیت بهتر، مخارج حروف درست، حافظ قرآن، تازه به پیغمبر اقتدا میکردن. بیبی حضرت زهرا اومده دست مسلمین رو بگیره، نیومده بیبی نعوذ بالله عقده گشایی کنه که استغفر. بیبی اومده به بشریت بگه چه مشکلی داری؟ نماز قرار داده که کبر از تو جامعه بره. جامعه ای که توش کبر باشه علی رو مؤخر قرار میدن، از رو تکبرشون حسادت میکنن به علی. این عبادت های دست پا شکسته که جلو کبر رو نمیگیره. از این عبادت هایی که امثال من دارن 6000 سالشو ابلیس داشته، 6000 سال نماز خونده بود، عبادت کرده بود، اونم تو ملکوت، تو عالم بالا ملائکه شاگرداش بودن، ملائکه میمدن پا درسش. لعنت الله علی معاویه 30 سال نماز صبح اول وقتش ترک نشده، 30 سال نماز صبح اول وقتش ترک نشده، تازه پیش نماز بود، یعنی امام جماعت هم بود. روایت داریم شیطون میگه من بیدارش میکردم، چون شیطنت هم زیاد میکنه، چون سابقه معنوی ما میبره بالا، سابقه هم که میره بالا میگه آقا ما 40 سال شب جمعه حرم بیبی هستیم. خب چقدر رنگ گرفتی از این خانم. یه سوال کرده قرآن، مسلمان ها این سوال رو جواب داده بودن مشکل حل بود. میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونی که میدونه، اونی که عالمه با اون که نمیدونه مساویه؟ خب عالم کیه غیر از این 14 نور؟ کی عالمه؟ علمامون اگه بهشون میگیم علما، اونا یعنی که این اهل بیت یه نونی تو سفرهشون گذاشتن، یه لقمه‌ای بهشون دادن، یه لقمه‌ای بهشون دادند. ولی علم مطلق اینان اهل بیتن. تو جامعه ای که فرق عالم و جاهل رو نمیفهمن، جاهل به خلافت میرسه. تو جامعه ای که فرق عالم و جاهل رو نمیفهمن، جاهل به خلافت میرسه. به چه دردی میخوره؟ فرق عالم از جاهل هنوز نمیفهمه، و تا روزی که تو این کره زمین فرق عالم از جاهل نفهمن، اوضاع همینه. بعد یه روزی بیاد بفهمیم که نمیفهمیم، و بفهمیم که نیاز داریم دستمونو تو دست عالم کل بذاریم که امام زمانه. حضرت نمیاد، کاری نداره با ما، چون بیاد نعمت بزرگه، کفر میشه، جهنمی میشیم. آقا نمیخواد ما جهنمی بشیم، همونطور که مادرش نخواست مردم مدینه بیشتر از این فرو برن، ما اومدیم دست اینا رو بگیریم. اینا دارن کفر میکنن، هی میرن پایینتر، نمیخوام از این برم بیشتر پایینتر، من از اینا بگیر. یعنی این دعا در اصل رحمت فاطمه بود برای مردم، چون نعمت بزرگ کفر داره میشه، عذاب بزرگ داره. گفت نمیخوام اینا عذاب بزرگ بشه، نمیخوام اینا بیشتر از این فرو بره. لطف بی بیه، نه که بیتاب شده، نه، لطف خانم. به خاطر من و تو از علی گذشت، به خاطر هدایت جامعه از حسن این گذشت، از محسنش گذشت، به خاطر هدایت جامعه از خودش گذشت. ما چی میفهمیم چه رحمتیه؟ مخفی بودنش رحمته. معلومم نیست امام زمان تشریف بیارن علنی بشه، میگن شاید برای بعضی از خواص فقط معلوم بشه، بستگی داره به ظرفیت افراد. بی بی حضرت زهرا انتقادش به جامعه پدرش اینه که آی نماز خونای بی نماز، آی نماز خونای بی نماز، آی نماز خونایی که از نماز چیزی ندارید. ویل للمصلین، به نماز خوناست دیگه، به مسیحی و یهودی نگفته که، به مسلمان ها میگه وای به حال نماز خونا. کدوم نماز خونا؟ اونایی که ویل للمطففین، اونایی که گرون فروشن، کم فروشن، اونایی که انصاف ندارن. چون نماز اومده ما رو پاک کنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نه فحشا و منکر عملی، اومده ذهن ما رو هم صاف کنه، فکر گناه هم نکنم، فکر سوء استفاده هم به سرم نزنه، اومده ذهن ما رو هم صاف کنه، فکر ما رو هم پاک بکنه، اومده کاری بکنه که ما جز مطهرات باشیم. مؤمن جز مطهراته، مؤمن راه میره تطهیر ایجاد میکنه، راه میره پاکی درست میکنه، قرار ما جز مطهرات باشیم. مسلمونایی که 5 وعده پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، تو بدر باهاش بودن، تو احد باهاش بودن، تو خندق باهاش بودن، تو خیبر باهاش بودن، 72 تا غزوه و سریه براش انجام دادن، از مال و جانشون گذشته بودن ظاهرن، این مسلمونا دستا بسته علی رو دیدن خندیدن، دستا بسته علی رو دیدن خندیدن، خوشش اومد، گفتن ها خار شد علی، کینه داشتن. اما تو مدینه یه یهودی
یهودی خیبری که مسلمون نشده بود داشت جزیه میداد به دنیای اسلام، تا دستا بسته علی رو دید گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفتن چی؟ گفت مگه نمیبینید دستاشو گذاشته ببندید؟ مگه این دستا رو میشه بست؟ ما تو خیبر بودیم در قلعه رو کند. گذاشته دستاشو ببندید، ببین چقدر دوستتون داره، اجازه داده دستاشو ببندید که دعوا نشه تو جامعه. یه روز برای شاگرد تنبلای مثل من که از دست بسته علی درس نمیگیرن، بیبی مجبور شد دیگه. یه روز به امیرالمومنین گفت ها پسر عمو، زانو بغل کردی تو خونه نشستی، حق منو گرفتن، کتکم زدن، باشو حقمو بگیر. امیرالمومنین بلند شد، زرهشو پوشید، ذوالفقار رو حمایل کرد، یه دستمال زرد داشت نشونه قدرتش بود به سرش بس. اومد از خونه بره بیرون، صدا مؤذن بلند شد. چقدر خاطره داریم از این قضیه. گفت فاطمه جان میشنوی صدا مؤذنو؟ برم حق تو بگیرم، دیگه این صدا از بالا مؤذنه به گوش نمیرسه ها. یعنی خرج مسلمونی مردم من و توییم. مظلومیت منه، مظلومیت توه. این چادر هست که جلو من سر گرفتی، تو دستای منه چادر خاکی زهرا. این سر منه که همیشه پایینه، تو چشات نگاه نمی کنم، میشه چشم ترم دست دشمن رد شد از بی خود. برای عمر کمش گریه می کنیم، 18 بهار از سر دنیا زیاد. آمدن گفتن صدا گریهش اذیت می کنه، باش بودیم گریه نمی کنه، دمتون گرم. به خدا، به خدا ناله هاش برای خودشون بودا، برای مردم ناله میزن. همین شب مزاحمتون نمیشیم دیگه. گفتن ناله نزن. گفت باشه شمعتون میشیم میسوزیم، باشه آب میشیم، باشه. ما برای همین اومده بودیم، کاری نداشت. شمعتون میشیم میسوزیم، باشه آب میشیم، باشه. آتش چه کرده؟ خانه حیدر عوض شده. آتش چه کرده؟ حال و هوای شهر پیامبر عوض شده. صدا ناله نمیشنم، ناله یه مرد، مرد، یه مرد داره مادران زنانه گریه میکنه، یه مرد. آهنگ استغاثه حیدر عوض شده، شأن نزول سوره کوثر عوض شده، راحت بگو فاطمه دیگر عوض شده. اومدید کمک کنید، یه پرستار 4 ساله داریم ما، این همه جان ما، از هر کی پرستار جد داغش بدنه. قول میدم نمیرم، قول میدم برا حسین نمونم، قول میدم کفنه جدا کربلا نمیرم. قلبی دارم برای حسین نمونم، قلبی دارم جفنه جدا کردن.
بیدار باش تا بهت